سفارت افغانستان در ایتالیا عزادار است. شورای هماهنگی نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی افغانستان خواهان پاسخگویی تهران شده. آمریکا و سازمان ملل نیز خواستار تحقیقند، اما در نزدیک به یک هفته هیچ خبری از نتایج تحقیقات طالبان درباره کشتار مهاجران در مرز ایران منتشر نشده است. بر اساس گزارش‌ها طالبان از همه رسانه‌ها خواستند از انتشار هر گونه خبری در این باره خودداری کنند. این موضوع گویای چه حقیقتی است؟ چرا طالبان در برابر تهران تا این حد کرنش میکنند؟ بی‌اعتنایی در برابر کشتار افغان‌ها چه پیامدی برای حاکمیت طالبان دارد؟ این بحث است. درود و وقتتان بخیر. من سمیرا رسا هستم، میزبان شما در بحث امروز و مهمانان که در این بحث من را همراهی میکنند: خانم شکریه براگزی، نماینده پیشین پارلمان از لندن، جناب بلال احمد فاطمی، تحلیلگر مسائل سیاسی همچنان از لندن، و جناب احمد غنی خسروی، استاد دانشگاه از آلمان. تشکر از حضور شما مهمانان در برنامه. خانم براگزی، با شما آغاز میکنم. همه خواهان تحقیق شده و حتی بالاخره طالبان هم هیئت فرستادن و یک هفته از این فاجعه انسانی میگذرد، هنوز نتیجه در دست نیست، چرا به نظرتان؟ سلام و نیکوی خدمت شما، مهمانان عزیز و همه بیننده و شنونده عزیز. معلومداری حادثه المناک، اول ابراز تسلیت میکنم بر فامیلایی که عزیزانشان در این راستا شهید شدن و از دست دادن، و در کنار از این به شدت تقبیح میکنم کشورها، افراد و گروه هایی که بدون در نظر داشته حقوق موازین انسانی و اسلامی دست به قتل گروهی و دست جمعی افراد میزنند. او هم افراد بی سرپناه و آواره که نه دولتی داره که به خاطر حقشان بیسته مبارزه کنه، نه هم سیاسیون باخرت و باوجدان داره که حتی حاضر باشن به خاطر حق از اونا رابطه خود با یک کشور خراب کنن و یا از اونا تقاضا کنن که یک تحقیق مناسب را راه برتن، نه هم مؤسسات بین المللی متاسفانه در جغرافیایی که حادثه صورت گرفته دست بلند دارن که برن به حقیقت یابی بپردازن. بر ما جالب میه ببخشین پیشنهادی که شما دارین، مگر طالبان در طول تاریخ حداقل از دوره اول حاکمیتشان، بعدم در دوره جمهوریت و بعدم امروز، تا الحال اینا حساب اونهایی که طالبان کشتن، خون از اونا رو اینا به گردن گرفتن؟ احساس خجلت و پشیمانی و ندامت از کشته شدن افغانها داشتن؟ آیا اینا گاهی هم وجدانن فکر کردن آنچه را که اینا به نام عملات انتحاری یا اجتهادی انجام می دادن چقدر افراد بیگناه کشته می شد؟ نه تنها طالبا، تمام گروه هایی که در افغانستان به شکل از اشکال درگیر جنگ بودن و این جنگ حفظ قدرت بود، نه جنگ برای سرزمین، نه جنگ برای دین، نه جنگ برای مردمان افغانستان که بتانه در صلح و رفاه زندگی کنه. گفتم ایش ارقام هم متفاوت است. خب فکر کنین دو نفر، 10 نفر، 100 نفر، 264 نفر و یا هم 300 نفر. بالاخره انسان هستن و رنگ خونشان سرخ. انسان هایی هستن که هیچ باقصد که بله، چرا جدی نمیگیرن طالبان؟ حالا مصاحبه که دیروز با ما با مسئول نهاد حقوق بشری حالوش داشتیم، اونا تایید کردن که این حادثه رخ داده و در این حادثه تلفات زیاد داشته، تعدادی هم انتقال شده، ولی تعداد زیاد از زخمی ها هنوز در کوه ها پراگنده و بدون سرنوشت است و سربازان پاکستانی میره پیدا میکنه و سربازان ایرانی میرن پیدا میکنن، ولی طالبان هیئتی را فرستاده که تا در جریان یک هفته نتونسته حداقل صحت این گزارش را بیاید تایید بکنه، صحت این واقعه را. ما فکر میکنم بر اونایی که میخوان سفید نمایی کنن با آنچه که اتفاق افتاده حال بسیار دیر است. بسیار افراد، گروه ها، طالبا، ایران، خبرگزاری های رسمی از اونا خواستن این حادثه را کاملا کتمان کنن و به می دلیل هم است که اجازه نمیتن. شما گفتین سرباز پاکستانی، سرباز ایرانی. طالبا سرباز نداره، طالبا جنگجو داره.
جنگجویان طالبان به دنبال از این نیستند که برن به عنوان یک گروه حقیقتی ها و یا هم در یک سطح از دیپلماسی باشن که اینا بتانن پرسان خون افغان ها رو بکنن. مگر این اولین و آخرین حادثه است که رخ میده در برابر مهاجرین افغان؟ وضعیت ما رو در پاکستان ببینین، وضعیت ما رو در ایران ببینین. مگر ما شاید از این نبودیم حداقل در جریان 3 سال گذشته که بیشتر از 8 میلیون افغان سرزمین به خاطر حاکمیت طالبان ترک کردن؟ صحیح؟ اینه ای چیزایی هست که ما باید دقیقا بشماریم. از ترس اون مردم که مردم بیرون میشه، شما فکر میکنین که اونا برشان، اونهایی که بیرون میشن ارزش داره که باز بیاین رابطه خود با نقدینه که از ایران میگیرن، با تیل که از ایران میگیرن، با امتیازاتی که از ایران میان او را بر هم بزنه؟ به هیچ صورت. به می خاطرم هست که بر طالبا در هیچ وقت، در هیچ مقطعی از جری چی در حاکمیت بودن و چی هم به عنوان یک گروه جنگجوی در حال جنگ، زندگی افغان ها برشان ارزش نداشته. و شما فراموش نکنین این سکوتشان نه تنها در برابر ایران است، در برابر پاکستان هم اینا سکوت داشتن. هیچگاهی از حق مردم افغانستان نتانستن دفاع کنن، به خاطر از این که هنوز هم یک چیز را به نام حق مردم افغانستان اینا نمیشناسن. دیپلمات های طالبان در حد نیستن که شما از اونا توقع داشته باشین که اونا میتونن بر اساس کنوانسیون های بین المللی دست و پاچه را بلند کنن و دادخواهی کنن بر افغان ها. و بر ایران هم کشتن افغان ها، زندانی کردن، اعدام کردن افغان ها اصلا مورد نیست که اینا از گذشته تا حال خود نسبت به او مسئول بدانند. متاسفانه ما دیدیم ایران کشور بوده که حتی مهاجر افغان اجازه از این نمیداد یک زمانه که بره به مکتب درس بخونه و یا هم بر دانشگاه و فاکولته بره فاکولته خود بخونن. ما با این تبعیضا در کنار از این که مهاجر بودیم، حقیر بودیم، زبون شدیم، از هویت خود دفاع کرده نتانستیم، بدبختانه حتی زمانی که حاکمیت هایم بود نتانست از حقوق ما دفاع کنه. و در عین حال نشان میده که جمهوری اسلامی ایران چه دست بالایی داره که حتی طالب ها آژانس های خبری را و تمام رسانه های خصوصی و دولتی را من میکنه که شما در این رابطه هیچ گزارش را بدون تایید خود از اونا نشر پخش نکنین. حتی کسایی که در سوشال میدیا بله. هم یک چیز را میخواین پخش کنن مورد پیگرد قرار میگیره. بله. آقای فاطمی، شما چی فکر میکنین که چرا طالبان در برابر این فاجعه انسانی اینقدر به اعتنا بودن؟ یک هفته میگذارد هنوز هیئت تعیین شده از سوی طالبان هیچ دستاورده از این حادثه نداشتند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام با شما مهمانان عزیز گرامی در برنامه و شنوندگان برنامه وزین شما. نخست اجازه بدین که تسلیت و غمشریکی خود داشته باشم با خانواده های مظلوم و هموطنان بیگناه خود که دست های شیرین خود در این فاجعه بشری از دست دادن. خداوند ای ستم و دردی را که 46 سال از ملت مظلوم به دست دموکراسی و به دست جمهوریت و به دست نظام اسلامی میکشه، واقعا از این دربدری و بدبختی ها بیرون برایه و واقعا یک نظامی به سرزمین به نصیبشان شوه که واقعا صدای از ملت باشه، حق از ملت باشه و بتانن در آرامش و در یک فضای برادری و همنوایی زندگی کنن. در مورد از این که امارت اسلامی غفلت کرده، واقعا غفلت صورت گرفته. وظیفه امارت اسلامی اول همی بود که باید اجساد به حساب به دست می آوردن، هلیکوپترهای خود باید به موظف می کردن، به نقطه که واقع صورت گرفته اونجا باید می رفتن، اجساد می آوردن، هم بر ملت نشان می دادن، هم به جهان و به کسایی که زخمی شده بود، اینا را باید به شفاخانه ها انتقال می دادن. و در صورتی که فرضاً ایران اون مسئولیت در گردن نگرفت، ای خودش مسئولیت ایران دیگران بیشتر می ساخت. از خاطر که اگه او میگه این کار ما نکردیم، باید با امارت اسلامی دست یکی کنن تا هرچی زودتر به این موضوع تحقیقات صورت بگیره که اگر ایران نکرده و تا امارت اسلامی هم من حیث یک کشوری که مسئولیت اول داره، من حیث یک نظام اسلامی که ادعا داره که نظام اسلامی است، مسئولیت اول داره که باید کار میکرد، هر دو باید دست با هم یکی میکردن و میرفتن. معلوم میشه که غفلت در این جانب موجود داره، از جانب ایران موجود داره. و این غفلت در پی چیست؟ بله،
این غفلت در پی چیست؟ چرا باید غفلت کرد؟ واقعا این قدر سطحی باید گذشت از کشتن آدم ها اونجا انسان کشته شده، حالا حداقل ارزش انسانی از اونا باید در نظر گرفته شود. کاملا، اگر فرضاً گفته مهمان گرامی تن اگه یک نفرم باشه، ببینید در اروپا اگه یک نفر بیگناه کشته شوه، حتی نظام سرش تغییر خورده میتونه، حتی قوانین سرش تغییر میخوره. یعنی تا یه در اینجا با وجود از اینکه ما صد مخالفت با این نظام ها داشته باشیم، اما این یک حقیقت است که بر افراد خود، به تابعی خود، بر رعیت خود احترام انسانی و بشری را دارن. ما ادعای نظام اسلامی را داریم، ما ادعای ازی را داریم که قوانین شرعی را پیاده میکنیم، اما او احترام. قرآن واضح میگه که کشتن یک انسان بیگناه مثل کشتن عالم بشریت است و حفظ یک انسان بیگناه از قتل حفظ بشریت است. اگر ما به قرآن و به این معتقد باشیم، فلحاظ این احکام چرا ما مد نظر نمیگیریم؟ چرا تساهل میکنیم یا تغافل میکنیم در موقعی در اینجا باید در ظرف 24 ساعت هلیکوپترها باید به این نقطه به همکاری ایران میرسید، اجساد به دست میآوردن، زخمی ها را میگرفتن، به چاپخانه میرساندن، تحقیقات جدی صورت میگرفت، افراد به روی میدیا میآوردن تا معلوم میشد که قضیه از کجاست. چرا که کشورهای شک دارن که کشور سیومی کار کرده، از خاطر که بین ایران و افغانستان فاصله ها پیدا کنن. اگه کشور سیومی هم در میان دخیل باشه، بعد از تحقیقات معلوم شده میتونه که کشور سیومی کی است، خودشان هستن. اگه اینا تغافل کنن، اینا غفلت کنن در تحقیقات، فلحاظ مجرم اول امید و کشور میآید. و اگه اینا جدیت بگیرن و نتایج بگیرن، نه تنها که باعث ازی میشه که تسکیه خودشان صورت بگیره که اینا دخیل نبودن و نه تا حد توان انسانی تا کوشش کردن که برسن، و کسی که کار کردن مجرم. چرا که واقع در کلگان در منطقه بین بلوچستان پاکستان و بلوچستان سیستان ایران صورت گرفته و این بار اول نیست. این واقع پارسال هم صورت گرفته بود، پارسال هم تحقیق صورت نگرفت، پارسال هم پرسان از او انسان های مظلومی که در همین منطقه کشته شده بودن. و این رمه دیروز از یکی از افرادی که در یک برنامه دیگه مصاحبه داشتم، در اونجا با آقای به نام آقای سلطانی آمد صحبت کرد و او گفت که پارسال هم این واقع در همینجا شده بود، اما تحقیق صورت نگرفت، کسی پرسان نکرد. و این مشکل از آن نیست، در دوران جمهوریت یادتان است که وقتی که افغان ها اعدام می شدن، کشته می شدن، حامد کرزی و داوودزی پول ایران در بریفکیس ها می گرفتن و در جیب می انداختن و تحقیق صورت نمی گرفت و افغان ها رق خونش می فروختن. فلحاظ این جنایت در افغانستان اطور نیست که اما حداقل در دوران جمهوریت حیات تعیین شد، رفتن اجساد از بین آب بیرون شد، برش رسیدگی شد و حقیقت برملا شد. اما در فعلا که طالبان خود را حاکم می دانند، در حالی که مشروعیت ندارن، اما حداقل مسئول هستن به عنوان حاکمیتی که در یک کشور دارن و او مردم تعلق میگیره برشان. یه گفتیتان درست است. ما به نظر ما امارت اسلامی را بیشتر از همه گی مسئول میدارم. ما از نقطه اچرا که او ادعای اسلامیت داره، نقطه نظر اسلامی مسئولیت از اینا بیشتر از همه گی است. درست. اول دومی است که اینا اگر فرضاً رسیدگی نمی کنن و غفلت میکنن، اینا به خود ضرر میرسانن، ضرر به این میرسانن که نظامشان رو قرار گفتی شما مشروعیت بین المللی نداره، مشکلات با ایشان در روبروی هستن. و در عین حال در این مسئله که این مردم مبرایه، امارت اسلامی مسئولیتش از این خاطرم زیاد است که دلایل ازی اگر پرسان شوه که چرا مبرایه، کار نیست، تعلیم دروازش بس است، ملت مجبور به مهاجرت میشه، وقتی که مجبور به مهاجرت میشه و در راه کشته میشه، مسئولیتش برمیگرده به امارت اسلامی. بلهذا کشورهای دیگه اگه میکشن، مسئولیت دومی به اوناست، مسئولیت اول برمیگرده به خود ما. ما من حیث از زمامدار یا حکومتدار چرا فرضاً مسئولیت خود ادا نمی کنیم؟ اگر ما همی درهای مکاتب باز کنیم، اگر ما کار در یک مرجعی کار برای ازنا پیدا کنیم که یک روزی برای اولاد خود آورده بتانه و امنیت سرتاسری بلتن تنها امنیت فیزیکی بلکه امنیت دماغی فکری فرنگی اجتماعی درده باشن، هرگز مجبور به مهاجرت نمیشن. این درست گفت است که مهاجرت های ما از آن نیست، 46 سال از ما مهاجرت داشتیم و در طول از 46 سال ما بیشتر از 10 میلیون مهاجر داشتیم، اما برمیگردم بر شما آقای خسروی، 4 میلیون مهاجر دیگه بیشتر شده. دوباره برمیگردم بر شما آقای خسروی، تصویر شما چیست از این
حادثه چی دیدگاه دارین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود حضور شما، مهمانان بزرگوارتان در برنامه، خانم بارکزی و آقای بندر جان و همچنین همه مخاطبین بزرگ مهر شبکه تلویزیونی افغانستان انترنشنال. من هم عرض تسلیت دارم به مناسبت این حادثه المناک برای خانواده های عزیزان و همه همیهنان شریف خود. ببین، ما در قوانین بین المللی مهاجرت یک سلسله اصول کلی و رابورت های مشخصی داریم در قسمت حقوق مهاجران، آن هم مهاجران غیر قانونی. خب طبیعه که قوانین داخلی کشورها به مناسب خاطر مسائل مهاجرت ها میتونه متفاوت باشه، اما با آن هم یک سلسله اصول مشخص وجود داره که کشورهایی که عضویت خود سازمان مهاجرت بین المللی دارن که ایران هم قطعا عضوی از این کشورها هست، یک سلسله مسئولیت های مشخص معینی دارن برای حفظ حقوق بشری و رعایت مسائل حقوق بشری و احترام به مهاجرانی که به کشورهای دیگر حالا به گونه غیرقانونی داخل میشن. طبیعی هر مهاجر غیرقانونی که به یک کشور داخل میشه و از یک سلسله حقوق و امتیازات مشخصی برخوردار است، باید با او برخورد انسانی همراه با احترام صورت بگیره. او حق داره تقاضای پناهندگی بکنه و کشور مطبوع هم وظیفه داره که پناهندگی به امور پناهندگی از او رسیدگی بکنه و طبعا اگر در کشور پلیس مرزی از او بروی مهاجران غیر قانونی تیراندازی میکنه و مهاجران کشته میشن یا زخمی میشن، قطعا سازمان ملل متحد، سازمان مهاجرت بین المللی، نهادهای حقوق بشری، هر کدام اینها حق دارن علیه از او کشور اقامه دعوی بکنن. ضمن از اینکه کشوری که مهاجر غیرقانونی از اونجا آمده، او هم حق داره اقامه دعوی بکنه که کشوری که در اونجا تخطی کرده قطعا باید پاسخگو باشه، غرامت بپردازه، معذرت خواهی بکنه و پاسخگو باشه به خواستهای سازمان ملل متحد و سازمان مهاجرت بین المللی. ای که کشورها آیا حق دارن نوار مرزی خود سیم خاردار بکشن یا دیوار بسازن؟ بله، از نظر قوانین بین المللی مشکلی نداره، کشورها حق دارن نوار مرزی خود با سایر کشورها سیم خاردار بکشن یا دیوار بکشن، کاری که آقای ترامپ کرد در مرز مکزیک. اما مینگذری به هیچ عنوان نظر به قوانین مهاجرت بین المللی اجازه داده نشده، به خاطر از اینکه نقض فاحش حقوق بشری صورت میگیره. اما آنچه که در این چند روز گذشته اتفاق افتاده که بسیار حادثه المناک هم بوده و آمار و ارقامی هم که گفته میشه متفاوت هست و ما امیدواریم خیلی تعداد از این کم باشه و فرقی هم نمیکنه به گفته خانم بارکزی کالا یک نفر دو نفر باشه یا 240 250 نفر باشه، ولی به هر صورت دولت ایران در این زمینه پاسخگو است، باید پاسخ بده. پلیس هایی که در اینجا تخطی کردن باید جواب پس بدن، باید مورد مجازات قرار بگیرن و خانواده هایی که متضرر شدن باید پروسه را کی تعقیب بکنه؟ تا هنوز که طالبان هیئت را تعیین کرده گزارش نداده، ایران که هنوز تایید نکرده شدیدن و حالا به نحوی است که این حادثه قرار است که رویش خاک انداخته شود. خب دقیقاً یاد ما و شما نره که به محض از اینکه حادثه اتفاق افتاده، سازمان ملل متحد، کمیسیاری های امور مهاجرین در امور مهاجران و همچنین دفتر IOM و سایر نهادهای زیردخل بلافاصله اقدام کردند و اونها خواهان تحقیق جدی در ارتباط شدن. حتی اگر طالبان در این زمینه اقدامی هم نکرده باشن و نکنن، ما باورمی است که سازمان ملل متحد و سازمان مهاجرت بین المللی از این قضیه نخواهند گذاشت و تا زمانی که نتیجه قطعی به دست نیامده و نتیجه تحقیق به دست نیامده، من فکر نمی کنم که اونها آرام بشن. برای اینکه این جزء وظایف جز به وظایف سازمان مهاجرت بین المللی است که همچون موارد پیگیری بکنه و تحقیق بکنه و دلایل از جستجو بکنه تا مشخص بشه و کشور خاطی و افراد خاطی هم باید در همچون حالات مجازات بشه. درست. خانم بارکزی، جدای از نهادهای حقوق مهاجران و حقوق بشری، حالا که بحث جهانی میشه، در داخل یک کشور کدام نهاد مسئولیت داره؟ بان که شما پیشینه کاری در بخش وزارت خارجه دارین، حالا در سفیر بودین در سفارت، وزارت خارجه چقدر مسئول است؟ تا هنوز که هیچ واکنشی از سوی وزارت خارجه طالبان شاهد نبودیم. بدون شک نمایندگی افغانستان در تهران و دیگر قنسلگری‌هایی که
در اونجا موجود هست و لیست عریض و طویل از دیپلمات‌های قبلی و فعلی که در اونجا هست، همه مسئولیت دارن. نه تنها صلاحیتشانی است یا مسئولیتشان یا وظیفهشان که برن با مقامات ایرانی صحبت کنن و بحث کنن، حتی اینا میتونن که گروپ های برای تحقیق در داخل ایران هم با همکاری دولت ایران داشته باشن، در کنار از اینکه با سایر سازمان های بین المللی هم اینا میتونن از اونا تقاضای کمک کنن. فراموش نکنیم سه حالتی را که امروز ایران بهش مواجه هست. اول، ایران از لحاظ از اینکه نهادهای بین‌المللی بتونه مستقلانه در اونجا تحقیق کنه، کاملا یک کشور متفاوت است. درست مانند چین، کره شمالی، مشابه به اونا. دوم، نهادهای بررسی کنه وضعیت تخطی حقوق بشر در مجموع، وقتی ما وضعیت تخطی از موازین حقوق بشری میگیم، این برمیگیره برای خود ایرانی ها، بر اتباعی غیر ایرانی، بر همه. متاسفانه نهادهای بین المللی در اونجا، نهادهای داخلی خودشان هم به شدت تحت تاثیر امو سلطه و حاکمیت و دنبال روی پالیسی هایی هستند که از آدرس جمهوری اسلامی ایران برشان داده میشه. سوم، ایران تا امروز در هیچ دادگاه ملی و بین المللی و در هیچ نوع از مذاکرات با آنچه که تخطی از حقوق مهاجرین افغان بوده تن نداده. تا امروز هم اینا نگفتن، صحنه‌سازی کردن، وضعیت وارونه نشان دادن و نخواستن که خود به اصطلاح ملامت بسازن. اما از لحاظ قانونی یعنی میگن صلاحیت داره وزارت خارجه حداقل سفیر ایران در داخل کابل را احضار بکنه و در این موضوع بحث او چیزی است که در کابل میتونه شود. در کابل نه تنها که سفیر میتونن احضار کنن، ازشان پرسجویی کنن، بسیار کارهای دیگه هم میتونن. خب ما برتون مثلا ما میخوام کارهایی را که شما وزارت خارجه طالبان میتونه انجام بده و میتونست انجام بده که تا حالا انجام نداده بر او کم تاکید بکنین و اشاره داشته باشین لطفا. اولین کارشان همه احضار سفیر جمهوری اسلامی ایران است و داخل وزارت خارجه و از اونا وضاحت خواسته میشه در این مورد. دومین کارشان هیئت حقیقت‌یاب است. سومین کارشان دستور میتن و سفارت در اونجا که اقدام کنن و ببینن موضوع را بررسی کنن. چهارم کارشان، خب البته چون یک وزارت نیست که فراموش نکنیم که حتی سفارت برشان تسلیم شده اما با عنوان یک دولت مستقل شناخته نشدن. صحیح؟ که اینا هم حقوق و مسئولیت‌های دیپلماتیک خود داشته باشند. اما این به این معنا نیست که اینا در داخل افغانستان چیز کردن نمیتن. اتفاقا دستشان در داخل افغانستان به مراتب بالاتر از نسبت به آن چیزی که در تهران و یا هم در دیگر کنسولگری ها بخواین اینا انجام بدن. اما سوال اصلی همیست، آیا شما و مهمانانتان و مردم افغانستان به این باورمند هستین که حقوق مردم افغانستان و زندگی و حیات مردم افغانستان، منافع افغانستان، هویت افغانستان، صلابت افغانستان نزد طالبان ارزش داره یا نه؟ ما هیچ نوع توقعی از اونا ندارم. به دلیل از اینکه اونا هیچ گاهی پابندی بین امی اوامر نداشتن. فراموش نکنین وقتی که جت‌های پاکستانی آمد داخل سرزمین افغانستان بمباردمان کرد رفت، کی پرسانش کرد؟ هیچ کس. با صدها کشته و شهید و زخمی ماند، کی پرسان شکرد؟ هیچ کس. فراموش نکنین وقتی که افغانها در داخل ایران شکنجه می شدن و میشن متاسفانه، کی پرسان شمی کنه؟ هیچ کس. وضعیتی که در ترکیه هست از مهاجرین افغانستان، کی پرسان شکرد؟ هیچ کس. ما کسی نداریم، طالبان و ماینده مردم و نیست که برن و یک دولت رسمی و منتخب و یک دولتی که خودش تعریف بده که حقوق انسان یعنی چی، اتباع یعنی چی، شهروند یعنی کی. صحیح؟ به این خاطر است که ما بسیار به این باور ندارم که اونا بتانن دست بالای دیگه داشته باشن، چون یک چیزی که خودشان اعتقاد ندارن
طرف مقابل هم با او هم باور ساخته نمیتونن و دفاع از حقش کرده نمیتونن. ای به ایمانا نیست که اینا از لحاظ دیپلماسی چیزای حربه های یا آپشن های سرمیزشان نیست و استفاده کرده نمیتونن. حتی اینا در پایین ترین حد یک استیتمنت یک اعلامیه مطبوعاتی را پخش کردن که اصلا معنا نداشت. او هم معقول میکرد به گذشته بر حقیقت یابی و حقیقت چیزی هست که بعد از اینکه آثار و علائم گم میشه از بین میره، شهید و زخمی حتی وضعیت زخمی هم بدتر میشه، باز دیگه چیزی به نام حقیقتیابی نیست. بیشتر مهمانتان اشاره کرد که اینا باید هلیکوپتر نه، یک 20 دانه امبولانس روان میکردن اگر هلیکوپتر ندارن، هیچ چیز نمیکردن، از میرفتن و زخمی و شهید از اونجا انتقال میدادن، امی کارام نکردن. من فکر میکنم در کنار از اجازه بتین، ما آدرس های سیاسی دیگه در جمهوری اسلامی ایران داریم. تمام جریانات سیاسی افغانستان در اونجا دفتر رسمی دارن. حتی از آدرس های دفتر رسمی از اونا هم ما چیز نشنیدیم. یعنی به این معناست که همه نه تنها از آدرس دفتر سیاسیشان در ایران، بلکه از خود سیاسیون افغانستان هم ما چیز نشنیدیم. همه در برابر ایران چپ است، خاموش است. برعکس، اتفاقا یکی از کلانای سیاسی افغانستان دیروز اظهار تأثیر و همدردی خود با کشته شدن یکی از رهبرایی که با فایده ایران می جنگید و بر خرابی سرزمین خودشان جنگیدن. من نمیگم او جنگم جنگ بر حق است، وقت شما بر حق خود می جنگین او جنگ بر حق است، اما وقت به خاطر پول همسایه‌تان بر سرزمینتان خراب میکنین و دشمنتان زیاد میکنین و مردمتان به کشتن میتین، باز در او قسمت من فکر نکنم که حق به جانب شماست یا جنگ خواسته دعوت به سرزمینتان میکنین. از این خاطر است که من فکر میکنم زندگی افغان ها چه در داخل و چه در بیرون از افغانستان بر گروه هایی که هم مانند طالبان حاکمیت داشتن و دارن اصلا ارزش نداره و خواهشن از اونا ما توقعی از این نداشته باشیم که اونا به خاطر حق ما ایستاده میشن، رابطه تجارتی خود قطع میکنه، رابطه سیاسی و دیپلماتیک خود رویش گپ میگذاره یا سفیر احضار میکنه و یا هم یاد داشته تند و شدیدی را به وزارت خارجه ایران ارسال میکنه. درست. آقای فاطمی، حالا با توجه به این وضعیت، حالا چیزا رو من نکات اشاره نمیکنم، مطمئنا تکرار نمیکنم، شما شنیدین خانم بارگزای بر اشاره کردن، پس مردم افغانستان چی حس خواد داشتن با این که توقع از هیچ کسی نمیره و هیچ کسی هم رسیدگی نمیکنه؟ حس مردم افغانستان در این وضعیت واقعا چطور میتونه تصور شوه؟ خب حس مشترک ما و شما است. درد شما حس میکنین، ما حس میکنم، خواهر ما حس میکنه، برادر، این درد مشترک است. ما شما لاچار هستیم، درد میایه، علاج درد نداریم، فقان میزنیم، چق میزنیم، کسی شنیدن نمیشنوه. حالا نه، ما در طول امی عمر ما که گذشته، یعنی کم از کم 40-45 سال ما من از جوانی در رمی سیاست در این صحنه هستم و این ظلم و بربریت از هر جانب میبینم. یعنی ما میاله که خواهر ما بارگزای صاحب صحبت میکرد، ما در قصه‌های از اینا ما در فکر امو من نشست مجلس کابینی کرزی رفتم که امو یک نفر که فامیل خود از دست داده بود و امریکایی ها کشتار دست جمعی در اونجا انجام داده بودن و او آمده بود من حیثیت جمهور گرایبان خود با پاره میکرد و برش گفت که ما از تو سوال میکنم مثل زعیم چی جواب داری؟ و روی خود به کابینه گشتان گفت جوابش دارین؟ کلگی گفت که نه جوابش نداره. فلاز ما شما یکم مظلوم هستیم که حتی بزرگای ما، رهبرای ما، رئیس جمهورای ما صلاحیت نداره. فرق ما شما مثل قبلا گفته شد که آیا خون ما بالکل فرق داره، از ما آب است، از اونا خون است. چرا؟ اونا در لاکربی به یک نفر خود در حدود 70 میلیون دلار میگیرن، اما برای یک کشتی افغانستان که او را به قصدن میکشن یک امریکایی 2000 دلار یا 1000 دلار در پاکت میندازه روان میکنن. این از ارزش خون ما شما، این از ارزش انسانیت و انسان ما شما. من میمن نقطه نظری حقوق بین الدولی را بین که برادر گرامی دانشمند خسروی صاحب نقطه نظری کانونسیون 51 را بررسی کرد، من میخوام که از نقطه نظر قوانین جنایی به دنیا ببینیم چرا ایران چاره خانی کرد. علتش این است که ایران به این خوب میفهمه
که ایره در قوانین بین الدول state crime میگن، این جنایت دولتی است. و چرا ایره جنایت حکومتی نمیگن؟ چرا حکومت ها تغییر پذیر است و دولت بابن میباشه و یک جنایتی که صورت میگیره تا زمانی که جنایت حل و فصل نشده باشه نسل ها در نسل ها مسئولیت زوره میداشته باشن. مثال کوتاش کشتار دستنجمی ترک عثمانی در آرمینیا. تا امروز از اردوگان خواسته میشه که تو از ملت آرمینیا تو معذرت بخوای. او نمیخواه. مثلا جنایات انگلیس ها در افریقا، تا امروز از انگلیس ها خواسته میشه که در مقابل جنایاتی که در افریقا کردن معذرت بخواین. امیر رقم ای استیت کرایم است، ای جنایتی که صورت گرفته ای استیت کرایم است. دومی است که جنایت علیه بشریت است، چرا که تعدادشان زیاد است. دگهی است که جنایت کشتار دست جمعی است و یه ارسیش در از پنج فکتوری که آی سی سی بالای از او کار میکنه سه تا یزی در اونجا چیز میشه و ایران به این خوب میفهمه که اگه ای به زیر آی سی سی میره یا مثلا سازمان حقوق بشر، ملل متحد یا امریکا یا یکی از کشورها این قضیه را به آی سی سی میبره، ایران از اونجا سالم به در آمدن نمیتونه. اما ایران که چه پس به خاطر این مواردی که شما برش اشاره کردین، حداقل طالبان که میتونه مسئولیت بگیره در برابر این مردم بالاخره مسئول هستن، یا ای که اونا هم رابطه خود را با ایران ترجیح میتن نسبت به خون انسانهایی که در اینجا کشته شدن، البته تلف شدن؟ کاملا دقیق میگن. به نظر من حتی 80% طالبان مسئول است، 20% شما به دیگر کشورها به قاتلین میمانم، چرا که این نظامی است که خودم میگه که من نظام اسلامی هستم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه میگه که در سلطنت پهناور من اگه یک سگ پایش اوگار شوه خداوند از من پرسان میکنه، اگه یک اسب سمش در سرزمین پهناور من در یک غار بند مانه و او مچ بخوره خداوند از ما پرسان میکنه، اگه از حیوان خداوند از تو پرسان میکنه، از بشر و از انسان از تو پرسان نمیکنه، که واضح برات میگه که کشتار یک انسان بیگناه کشتار دست جمعی بشریت است. فلحاظ اینجا مسئولیت بالکل به گردن از اینا میگرده. مگر می که فرضاً قبلا یک اشاره به سیستم دیپلماتیک شد، چرا ایران نخواستن وقتی که یک مملکت شانه خالی کنه بگه که من در این جرم شریک نیستم یا در عقب از این نیستم، شما او را نمیتونین کش کنین. شما در اون زمان چطور میتونین برش میگین که خب اگر تو در عقب از این نیستی خیر بیا امرای ما که ای را پیدا کنین که کی جرم کرده. چرا که در خلال فرضاً من یک مثال بسیار کوتاه برتان میتونم، اگر یکی از این کشته ها را اینا جسمشه ببینن و مرمیشه بکشن، خود به خود معلوم میشه که این مرمی ساخت ایران است یا ساخت پاکستان. آیا ایره قاچاقبرای پاکستانی بلوچای پاکستانی قتل کرده که با اشاره آیسای یا و حتی اگر این منطقه کرده؟ امنیتی باشه و با هدف دیگه شلیک صورت گرفته باشه. چرا که ما همی صحبتهای را که دیروز از برادر ما بنام سلطانی شنیدم، او گفت که وقتی که مهاجرین از افغانستان چیز میشه انتقال داده میشه در اینجا به دستی دوم به بلوچای قاچاقبر پاکستانی سپرده میشه، قاچاقبرای پاکستانی اینا را میبرن بالای قاچاقبرای ایرانی میفروشن و دست جمعی میفروشن در یک موتر پاچه بلند در حدود 35 نفر بار میکنه، این 35 نفر در یک موتر به اونمو قاچاقبر میفروشن، باز به میره قم موتر دوم و سوم و این چون تعداد در حدود 300 نفر بوده اینجا. و دیگه بسیار مهم اینجا است که میگن که این ساحه را که ایران در بین پاکستان و ایران است، ایران منگذاری کرده از خاطر که تنها افغان ها مهاجر نمیشن. و شما معلوم است که در سال 2023-2024 2.4 میلیون پاکستانی ها هم ترک وطن کردن و مهاجر شدن، که 1 میلیونش قانونی بوده، 1.4 میلیونش غیر قانونی بوده. اونا از نمی راهای تفتان و پنجگور و کلگان وارد ایران میشن و ایرانی از همین خاطر این ساحه را منگذاری کردن. و گفته میشه زمانی که مردم در این ساحه وارد میشن بالای از مینا که انفجار میکنه، ایرانی ها که متوجه میشن بدون از اینکه تحقیق کنن فایر کردن. این روایت های مختلف است که من بر شما میگم، معلوم نیست که حقیقت چی است. خو این روایت اما حادثه صورت گرفته، چون ما با مسئول نهاد حقوق بشری حالوش هم که این گزارش نشر کرده و حقیقت یابی کرده و رفتن در ساحه دیروز مصاحبه داشتیم و اونا
گفتن که این حادثه صورت گرفته، ولی متاسفانه اصل بحث ای است که طالبان تو هنوز خاموش هستند و یک هفته از این حادثه میگذره. و دوباره به شما میام آقای فاطمی. خوب است که پیش آقای خسرو بریم، بخاطر که بحث کم مونده و آهسته آهسته به طرف جنبندی هم میرم. آقای خسرو، فکر میکنین که بر این حادثه پرده انداخته شوه یا ای که بالاخره طالبان هم شاید مسئولیت احساس بکنن و این هیئتی را که به قول خودشان روان کردن برای حقیقت یابی بالاخره پس از یک هفته که نه تا چند هفته دیگر بتونه نتیجه کار خود را شریک بسازه؟ ما باورم این است که ایرانی ها دنبال کسب مشروعیت هستند، چیزی که هنوز نتوانستن به دست بیارن. فقط چند کشور محدود منطقه با اونا اندک رابطه دارن، که از جمله ایران هست، چین هست، روسیه هست و تا حد پاکستان. خب طالبان نمیخواین که روابط خود با ایرانی ها خدشدار بسازن، بخاطر ای که میدانن اگر ایران به کنارشان نباشه تقریبا یکی از بازوهای مهمی که تا حالا از اونا حمایت کرده او را از دست میدن، و همین خاطر منافع بودنشان در قدرت ترجیح دادن و ترجیح میدن نسبت به ای که ایرانی ها را از خود ناراحت بسازن یا یک کشور دیگره. به همین خاطر بنا به گفته شما که در آغاز شما اشاره کردین که از رسانه‌ها خواستن که به هیچ عنوان این خبر انعکاس ندن، همین خود از این بیانگر ای هست که به شکلی از اشکال تبانی دارن با ایرانی ها و نمیخوان ایرانی ها را از خود ناراحت بسازن. من باورم این هم هست که طالبان با دو کشور پاکستان و ایران به گونه مخفی یک تعامل داشتن در قسمت اخراج مهاجرین، و همین خاطر هم بوده که طالبا عکس العمل آنچنانی نشان ندادن. ما در طول همین یکی دو سال شاهد اخراج گسترده افغان ها از ایران و پاکستان بودیم، اما قطعا ما ندیدیم که طالبان عکس العمل نشان داده باشن و یا حداقل هیئت بلند رتبه به زعم خودشان فرستاده باشن به ایران یا پاکستان که مانعی از این کار شده باشن، چیزی که ما در دوره جمهوریت بارها و بارها شاهد از او بودیم. چنانچه هر باری که ایرانی ها میخواستن افغان ها را اخراج بکنن ما میدیدیم که بلافاصله حداقل وزیر امور مهاجرین افغانستان فرستاده میشد به ایران. حتی ما و شما یاد ما هست که دولت آگاهانه وزیر امور مهاجرین را از برادران علی تشیع انتخاب کرده بود تا حداقل بتونه با ایرانی ها بیشتر تعامل بکنه. یعنی با توجه به آقای خسرو، حالا طالبان دیگه برای جمهوری اسلامی دستش خیلی هم باز گذاشته، ای که با مهاجران چگونه باید رفتار بکنن، مهاجران چگونه شکنجه بکنن، چطور باید اینا را به قتل برسونن یا هر نوع برخوردی که قرار است باید با مهاجرینی که به خاطر لقمنان یا به خاطر پناه فرار میکنن صورت بگیره. متاسفانه درد در افغانستان در طی 40 سال وجود داشته. هر کشوری که به حاکمیت‌ها در افغانستان کمک می‌کرده، حکومت در قدرت همیشه چشم خود بسته در برابر جنایات و ظلمی که از سوی او کشور کمک کننده با آنها صورت می‌گرفته. حالا می‌خوای ایران باشه، می‌خوای روسیه باشه، مگر ما در دوره حاکمیت‌های خلق و پرچم چنین چیزی نداشتیم؟ بارها و بارها مردم افغانستان مورد کشتار دست جمعی قرار گرفتن، اما حاکمیت موجود در زمان خلق و پرچم به هیچ عنوان نیامدن، به خاطر بمباردمان های وحشیانه روس‌ها نیامدن، حرف به زبان نیاوردن. و امروز هم طالبا نمیخواین روابطشان خوب به زعم خودشان تنها کشوری که با اونا سفارت خود به اونا در سفارت افغانستان در اختیار آنها قرار داده بیان دروازه سفارت خود ببندن و یا حداقل روابطشان با ایرانی ها خراب بسازن. پس بنابراین این یک لکه سیاهی در تاریخ افغانستان باقی میمونه. هر کسی که میخواد باشد، یاد ما و شما نره که مردم و تاریخ در این مورد قضاوت خواهند کرد که چنین حادثه اتفاق افتاده و آمدن افراد و اشخاص تحت نام حاکمیت با ای که در قدرت هم بودن چشمان خود بستن. طالب باید یادشان باید به یادشان باشه و باید به خاطر داشته باشن که حداقل به پیش وجدان خود در این مسئله شرمنده خواهند بود، ضمن از اینکه پاسخگو هستن برای مردم افغانستان. پس بنابراین ایجاب میکنه هر کس در جایگاه خود برای این موضوع تحقیق بکنه. ایرانی ها در جایگاه خود به خاطر از اینکه بخوایم و نخواهیم بعد به مجامع بین المللی پاسخ بدن در ارتباط، و قطعا این میتونه تاثیر بگذاره روی روابط ایران با سازمان ملل متحد، سازمان مهاجرت بین المللی، IOM و سایر نهادهای حقوق بشری و امثال هم. و به این ترتیب طالبا هم وظیفه دارن که باید هر چه زودتر نتیجه این تحقیقات برای مردم افغانستان اعلام بکنن تا مردم افغانستان بفهمن که واقعا چه گونه حادثه ای بوده و این حادثه چگونه اتفاق افتاده و چی چیزی اومده که مردم ادو اطلاعی ندارن.
درست. خانم بارکزای، با توجه به که شما باور به این دارین که توقعی از طالبان وجود نداره، ولی چطور همین حادثه باید تعقیب شود و چطور حقیقت‌یابی از این نتیجه در دسترس مردم افغانستان قرار بگیره و حداقل عدالت شود برای این کسایی که زخمی هستند یا خانواده‌هایی که شهید دادن؟ ما فکر میکنم عدالت نه تنهایی است که شما در اونجا حضور داشته باشین، ما میتونیم بیرون از افغانستان هم بر اونمو عزیزا و شهیدایی که هستن به می جنایت بشری که اتفاق افتاده دادخواهی داشته باشیم. به این معنا نیست که ما، خب توقع ما خواست طالبان نیست، از جمهوری اسلامی ایران هم نیست، از مؤسسات نهادهای بین المللی هم در او حده که بتونن دسترسی داشته باشن نیست. اما ماهایی که خودم مدافع حقوق بشر میگیم، اینی وقتش است که باید در کنار همسنگرهای خود بیایم دست یکی کنیم و در همکاری با رسانه هایی که حداقل در مستندسازی و یا هم پخش و نشر خبرها موارد داشتن همیشه جمع کنیم. اگر محاکم داخلی بهش رسیدگی کرده نمیتونه، من فکر نکنم که محاکم بین المللی درش برای ما بسته باشه. چون هرگاه اگر ما قاطعانه حتی یک بارم شده به خاطر حفظ حیات و یا هم تامین حقوق شهروندای خود من حیث مردم، من حیث نهادها، من حیث اونهایی که میتانیم صدا را به جای برسانیم بیستیم، من فکر میکنم که در کنار از این که ما من حیث یک هویت ظاهر میکنیم، کشورهای دیگر هم من حیث بازدارنده میسازه این سیاست و پالیسی کنانتانند به سادگی بر حقوق افغان ها پای بگذارند. بسیار تشکر. حرف آخر آقای فاطمی از شما میخوایم داشته باشم، اما لطفا در مدیریت زمان مرا کمک کنین، در حد یک دقیقه بگوین که شما چی میگین، حالا اگر از طالب توقع نمیره این حادثه را کی باید بیایه و رسیدگی بکنه برش؟ ببینین، موضوع توقع ما نیست، موضوع مسئولیت است. فعلا مسئولیتی از 40 میلیون انسان ها را اینا به گردن دارن. اگر به نزد قوانین بین المللی حرمت نمی کنن، اگر به نزد مسائل منطقوی و به نزد خدا و قرآن مسئول هستن، دست ما شما در گریبان از اینا خود بود، در روز حشر اینا جوابدهی هستن. اگر اینا خود نظام اسلامی میگن، اینا مسئول هستن. فلهذا اگر اینا در اینجا سیاست و فریب میکنن، اینا با خدا و با قرآن بازی دارن و این چیزی است که قیمت ازی بسیار بزرگ است در دنیا و در دنیا هم. رئیس هیئتی را که تعیین کردن ابراهیم صدر، یکی از نزدیکای ایران است و این نفری است که در 3 نفری که گفته میشه در نظام فعلی از افراد نزدیک ایران است، ابراهیم صدر از نزدیکترین از این افراد به ایران است. فلهذا خود تعیین از این نفر هم مسئله را مشکوک می سازد، چرا که این معین وزارت داخله است و نفر ایران است. بازم اگر اینا را عمو وجدانشان تکان بخوره و واقعا اینا کار کنن که امیر قضیه را با درستی معلوم کنن تا در نزد، چرا 3 مسئولیت اینا دارن؟ مسئولیت اول به نزد خدا است، مسئولیت دوم به نزد ملت است، مسئولیت سوم به نزد تاریخ است. تاریخ قضاوت میکنه در مورد از اینا و ما شما باید 3 نفر هرگز از دست نتیم، من حیث یک انسان، من حیث یک مسلمان، وجدان انسان قاضی بفرمایید. تشکر میکنم. ممنونتان، سپاسگزار هستم از حضور همه شما مهمانان عزیز در برنامه امروز با من. همچنان ممنون از شما که بیننده افغانستان تنشل بودید. همچنان بیننده افغانستان تنشل باشید. رستم بخش.